یک سال پس از آشوب‌هایی که در پی کشته شدن مایکل براون، جوان سیاه‌پوست 18 ساله به دست پلیس در شهر فرگوسون ایالت میزوری آمریکا رخ داد، روز دوشنبه بار دیگر این شهر به آشوب کشیده شد. روز گذشته در نخستین سالگرد این حادثه، ده ها معترض با سرپیچی از دستور پلیس که وضعیت اضطراری اعلام کرده بود دست به تظاهرات زدند و با پلیس درگیر شدند. تظاهرات این عده ترافیک بخشی از شهر را بند آورد. معترضان میگویند از سال گذشته تا کنون هیچ چیز تغییر نکرده و رفتار و واکنش پلیس به همان منوال قبل است. شب گذشته حضور پلیس در شهر افزایش یافت و شماری از معترضان که بطری‌های خالی و سنگ پرتاب می‌کردند و تلاش داشتند راهبندان به وجود آورند، بازداشت شدند. در درگیری‌های یک شنبه شب، پلیس به سوی یکی از معترضان که به گفته مقامات پلیس مسلح بود و به طرف پلیس تیراندازی می‌کرده، تیراندازی کرد و او را به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل کرد. در پی این حادثه، پلیس وضعیت اضطراری اعلام کرد. در حال حاضر مجروح در بیمارستان بستری است، اما پدرش میگوید وی مسلح نبوده است. شهر دستخوش خشونت و آشوب شد. هیچکس آشوب و بلوا رو دوست نداره، اما به هر حال داره اتفاق میفته. او اینکه به شدت پارسال نیست، وضعیت پارسال خیلی بد بود. در حال حاضر پلیس کنترل شهر را در دست دارد و از شهروندان درخواست آرامش و خیشتنداری کرده است، اما انتظار میرود تظاهرات گسترده تری به راه بیفتد. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.